درود بر شما با 180 ثانیه پنجشنبه یکم تیر ماه همراه ما باشید. وبسایت دیدبان ایران در خبری نوشت که برخی مدارس دولتی در ایران از دانش آموزان افغان برای ثبت نام مبالغی غیرقانونی دریافت می‌کنند. این سایت به نقل از انجمن یاری کودکان نوشته مدارس دولتی از 500 هزار تومان تا مبالغ میلیونی را از این دانش آموزان می‌گیرند که رشوه محسوب می‌شود و قانونی نیست. انتقادها از واردات خودروها و قطعات چینی به ایران همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد لطف‌الله سیاه‌کلی نماینده مجلس شورای اسلامی به قیمت بالای خودروهای چینی در کشور اعتراض کرد و گفت قیمت واقعی خودروی چینی 300 میلیون است اما 3 میلیارد می‌فروشیمش. این اولین باری است که موضوع واردات خودرو یا قطعات خودرو از چین انتقادهایی را برانگیخته است. کارگران شرکت کشت و صنعت شوشتر در اعتراض به نحوه برخورد کارفرما با پرسنل و عدم رسیدگی به مطالبات شغلی و معیشتیشان دست به اعتصاب زدند. آنها خواهان تبدیل وضعیت قراردادهای شغلی از پیمانکاری به قراردادی هستند اما تاکنون مسئولان هیچ پاسخی به کارگران معترض ارائه نکردند. شرکت شد ولی هنوز که هنوز شوشتر مونده. شوشتر مونده. خبری نیست. کسی رو قراردادی کنن یا رسمی کنن. امروز یک 4402 شرکت کیسانت کارون آخر سالون یه راروی داره بودی از راست بازم نفر نشسته. وضعیت اعتصاب کارگرها به خاطر پیمانکاریه، نداشتن سریعیت شرکته. CNN به نقل از منابعش نوشته که لحظه حساس برای شتاب نهایی در مذاکرات هسته‌ای نزدیک است و گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا در امروز چهارشنبه هم بر روی نکات کلیدی از جمله سطوح غنی‌سازی هسته‌ای متمرکز بوده و گفتگوی دو روزه در دوحه بین انریکه مورا دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا و علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران به تحولات مثبت در بسیاری از موضوعات منجر شده است. نادو الناشف معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی به شورای حقوق بشر این سازمان نوشت از زمان آغاز اعتراضات کنونی در ایران احترام به حقوق بشر در این کشور به شدت افول کرده و از گزارش ها درباره شکنجه زندانیان و افزایش چشمگیر موارد اعدام ابراز نگرانی جدی کرد.